مبارزه بین فدور امیلیاننکو، همین چهره که میشناسینش، از کشور روسیه در مقابل رایوشی یاناگیساوا از کشور ژاپن. مبارزه MMA داره برگزار میشه که ضربه حداقل در خاک به صورت ممنوعه. 191 سانتیمتر قد، 102 کیلو وزن در مقابل فدور امیلیاننکوی که 182 حدودن و وزن اون هم 102 کیلوه اگر اشتباه نکنم. یاناگیساوا 58 تا مبارزه کرده که 24 تاشو برنده شده و 15 تا از اونها با سابمیشن بوده، 4 تاش ناکاوت بوده، 5 تاش هم دیسیژن بوده. در مقابل فدور امیلیاننکوی که تا حالا در این مبارزات باخت نداشته، یکی از بهترین MMA کارهای تاریخ در سنگین وزن از کشور روسیه، سامبوکار بی‌نظیر که میتونیم بگیم کشتیش هم عالیه در مقابل رایوشی که کشتیگیر خوبیه و سابمیشن کار خوبی هم هست، کیک باکسر خوبی هم هست. در این مبارزه ببینیم چه میکنن این دوتا فایتر. قانون خاصی داره که در خاک به صورت نباید بزنن، اما همه کار میتونن انجام بدن، عین میکس مارشال آرتس. به هر حال هر سازمانی یک قوانین برای خودش داره، این سازمان هم به این صورت راند یک آغاز میشه. دو تا فایتر همدیگر رو دارن میسنجن. اینجا میتونن ضربه بزنن، یه لوکی که محکم میزنه به فدور امیلیاننکو و فدور نزدیک میشه، یک ضربه رو میزنه به صورتش، میخواد بزنه که حالا کلینچش میکنه. فدور میدونه چه کار کنه، فدور کلینچ کاره، اون حریفش هم کشتیگیره، ولی بلند میکنه با یه چرخش میاره در خاک، میاد در ساید پوزیشن، باری کلا به فدور امیلیاننکو که کار بلده، میدونه چجوری حریفو خاک کنه. چرخ میاد به بغل حریف. فدور خیلی خطرناکه در ثانیه آخر. فدور در ثانیه آخر، در ثانیه های اول ببخشید، در ثانیه های اول مبارزه این مار زخمی میمونه، یعنی به سرعت حریفو میتونه کارشو تموم بکنه و اجازه نمیده بازی به ثانیه های آخر برسه. ثانیه اول خیلی برای فدور مهمه. بیشترین سابمیشن هایی هم که کرده اینجا ریر نیک چوکو گرفته، محکم هم گرفته ریر نیک چوک، اگه بتونه بزنه به حریف که کارو تموم کرده، محکم گرفته، حریفش هم دستاش خوب داره کار میکنه و میخواد با چرخش خارج بشه، نمیذاره که قفل محکم بشه، میاد تو مانث پوزیشن. فدور یه ضربه به پهلو محکم میزنه، میاد دوباره در سایت میچرخه. ببینید فدور چقدر زرنگه، یه چرخش های ریز میزنه، حریفش چرخش های درشت و این باعث میشه نفس گرفته بشه. در فول گارد مبارزه ادامه پیدا میکنه، باز ضربه به پهلو، دست و پاشو گرفته، میاد در سایت نورث ساو. این مبارزه موفق نشد در ثانیه اول کارو تموم کنه. فدور ثانیه اولیه یه ضربه محکم به پهلو میزنه، میاد در ساید، میره به پشت حریف و در فول گارد، در سمی فول گارد هست. اینجا میخواد آرم تراینگل رو بزنه، دستی که داره نشون میده آرم تراینگل، ولی جفت جور نکره، پاشو باید بیاره اون بر فدور که نیورده. ببینیم چه کاری میخواد انجام بده. میاد بالا در فول گارد، اینطور که دستو داره نشون میده اصولا پا رو میذاره چلو، میخواد آربار کنه که حریفش میفهمه، به سرعت میاره در فول گارد فدور رو، در سمی فول گارد. چقدر قشنگ چرخون، حریفش هم سابمیشن کار کشتیگیره، میدونه چه کنه با فدور. مبارزه در خاک ادامه پیدا میکنه، فدور با یه چرخش باید خارج بشه که موفق نمیشه، حریفش یکم ازش فاصله گرفته، از فدور فاصله بگیری سریع میره که آربار رو بزنه. بله، حریفش زرنگ دستو میره بیرون، با یه چرخش پرقدرت خارج میشه فدور امیلیاننکو و دو خم رو محکم گرفته رایوشی. اگه رایوشی بتونه اینجا بکنه فدورو که ضربه محکم فدور به پهلوش این اجازه رو نمیده و کار دوباره به نفع فدور داره ادامه پیدا میکنه. فدور رو هست و رایوشی در زیر، فدور پا رو میاره عقب که حریفش فاصله بگیره از رینگ، میره که لگلاکو بزنه، پا رو گرفته لگلاکو بتونه بیاره، فشار خیلی شدیدی میتونه به زانوی رایوشی وارد بکنه و کارو تموم کنه، سویچ میکنه به هیل هوک. هیل هوک اینجا شما مچ پا رو میگی، اگه مچ پا رو مثل قلاب بتونه بیاره عقب که دوباره پشیمون میشه، چون رایوشی حالا هیل هوک رو گرفته. نگاه کنید رایوشی پای فدور رو گرفته، چقدر سویچ دارن میکنن، این فن میخواد بزنه اون میزنه، این یکی میخواد بزنه اون یکی این فن رو بزنه، ریره که چوکو دوباره میخواد جمع و جور بکنه که میاد توی مات پوزیشن. یه لحظه کیمورا رو هم نشون داد، کلکسیونی از فنون داره رد و بدل میشه بین این دوتا فایتر، رایوشی و فدور، مبارزه بین ژاپن و روسیه. باز دوباره در همون پوزیشن ساو نورث یا نورث ساو قرار میگیرن.
میخواد که دستو بگیره کیمورا کنه که با چرخش‌های پیاپی رایشی مواجه میشه. اجازه بهش نمیده رایشی، دوباره میره برای اینکه کیمورا رو جفت و جور بکنه، ولی پاش داره یه جوری به ما نشون میده که امکان داره آرمبار بزنه، چون پا رو دوتا رو بندازه جلو، آرمبار رو قفل کرده که باز حریفش میچرخه. حریفش باهوشه، باهوشه، میدونه چه ساب میشه، نمیخواد بزنه فدور، سویچ میکنه به یه سمت دیگه. ولی مبارزه ثانیه هاست، تو هر ثانیه ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته. باز میره ریل رکت چوکو بگیره، گردن رو گرفته، اینجا فدور باید پا رو قلاب کنه، پا رو باید قلاب کنه محکم، و یعنی حریفش میتونه بچرخه اگه پا قلاب نشه. گردن رو گرفته فدور، پا رو حالا میاره بالا، اگه بتونه خوب قلاب بکنه، که خوب قلاب نکرده، پا باز بازه، پا بازه و حریفش با یه چرخش باز خارج میشه. دستاش هم بالا نگه داشته رایوشی که نذاره که گردنش رو بگیره، گردنش هم داده پایین، حالا در یک چرخش خارج میکنه خودشو و مبارزه در فول گارد ادامه پیدا میکنه. باز اومد فدور رو سویچ کنه که تنابای رینگ اجازه نداد به فدور. فدور یه تیکی داره، دستش میگیره به دماغش. همیشه همه کار همین تو همه فایت این کارو میکنه، نمیدونم چه تیک عجیبیه. دوباره میره به پشت حریف، پشت گرفته، ببینید بلند میکنه اسلام کنه بیاره پایین یا نه. در گوشه رینگ، در سکنج رینگ، با کلینچ فدور مبارزه داره ادامه پیدا میکنه که همینجا راند اول به پایان میرسه و میرن پیش مربیاشون که صحبتهای تکمیلی رو بشنون و ببینن چجوری مبارزه رو ادامه بدن. رایوشی نفس نفس داره میزنه، نفس گرفت ازش فدور، هم ضربه به شکمش خوب زد، هم بیشتر رو بود و اون وزنی که شما تحمل میکنه قفسه سینت و ششات باعث میشه که اون ظرفیت تنفسیت رو هم کم بکنه و فدوری که خونسرد این مبارزه رو داره ادامه میده و صحبتهای مربیش رو هم کامل گوش میکنه. ببینیم چه اتفاقی میفته در راند دوم بین رایوشی از کشور ژاپن با کلکسیونی از فنون در مقابل فدور از کشور روسیه با کلکسیون فنون‌های مختلف، از کشتی گرفته تا ساب میشن و برزیلیان جوجیتسوی که انجام میده. قد رایوشی هم باید بدونیم که 10 سانت بلندتر از فدور، مبارزه ادامه پیدا میکنه. ببینیم در سرپا کاری میتونه بکنه که فدور اجازه نمیده بازی در سرپا ادامه پیدا کنه، همونو کلینچ میکنه کمر. کشتی بلده فدور، دستو کلینچ، کلینچش هنوز جمع جور نشده، اگه بتونه دستشو خوب قلاب کنه میتونه تعادل حریفو به هم بزنه. فدور هر کسی رو میتونه زمین بذاره، اینجا بله بلند میکنه حریفو، تعادلشو به هم میزنه و میارتش در خاک، به پشت حریف میره و همون سویچ میشه، دوباره میاد در سمی فول گارد، دو تا ضربه به پهلو میزنه، میاد در ساید پوزیشن که فکر کنم یک پاش همچنان درگیره. چه ببینیم پایی که گذاشته احتمال داره بیاد بالا و ضرباتی رو بزنه به حریف که بله ضربه به شکم میزنه، این ضربات در شکم نفس رو واقعا کم میکنه. باز میاد در ماوث پوزیشن، تو ماوث پوزیشن هم اگه بتونه بیاد بالا ضربات خوبی رو به شکم بزنه نفس حریف رو میتونه بگیره، کارو داره انجام میده الان، اما ترجیح میده ساب میشن بکنه حریف رو. ببینیم چه کاری رو میخواد انجام بده فدور، آیا فدور اینجا ساب میشن میکنه یا حریفش میچرخه. بله میچرخه، میاد بیرون، میدونه حریفش این کاری که میخواد انجام بده. پا رو که این ور میذاری جلو معلومه که شما میخوای آرم بار بکنی. برادران دیاز اینجا خوب کار انجام میدن، یه فن نشون میدن یه فن دیگه میزنن، اما فدور اینجا مشخص بود که میخواد آرم بار بکنه و حریفش سویچ میکنه. هر کدوم از این سویچ امتیاز داره ها. پا رو میبینه حریفش، حالا پا رو میخواد بگیره و هیل هوک کنه، اگه بتونه به چرخونه که فدور هم باید بچرخه که میچرخه، باری کلا به فدور که چقدر قشنگ خارج میشه از این فن هیل هوک که ساب میشنه خیلی دردناکی هم هست به مچ پا و میاد در ساید پوزیشن. نزدیک به 9 دقیقه است که اینا دارن مبارزه میکنن، ضرباتی که فدور میخواد بزنه به شکم که دفاع میشه، احتمالا میخواد این ضرباتو بزنه که حریف دستو بیاره پایین که جدا بشه دستش از گردن و بره ساب میشن رو گردن کار کنه. باز به پهلو، به سینه هم میزنه که نفسو بگیره، میخواد ساب میشن بکنه از دست. ببینیم کیمورا میتونه بزنه، آمریکانا میخواد بزنه که حریفش میچرخه، در 1000 ثانیه میچرخه و ریر نکت چوک دوباره. ببینیم به پشت حریف میتونه بره خوب قلاب بکنه، حریفش زرنگ هی به پهلو میاد، دستارم میگیره بالا و گردنم میاره پایین که اجازه نده فدور فن بزنه. ببین دستا رو بالا نگه میداره و میچرخه، میچرخه، باهوشه، آنالیز کرده فدور رو، اجازه نمیده که فدور
فنون خودشو بزنه. فدور در راند اول همیشه بدونی بسیار خطرناکه. بازی در راندهای بالا بره معمولا به دیسیژن میرسه. فدور ببینیم در اینجا چه اتفاقی میفته. منم ندیدم مبارزه رو مثل خودتون، دارم همون لحظه‌ای که میبینم دارم گزارش میکنم. و سویچ زیبایی که فدور میاد در مانف پوزیشن و ضرباتی که میزنه به رایوشی، باز داره نشون میده آرم بارو. وقتی پارو اینجوری میکنه آرم بارو میخواد نشون بده، اما ضربه رو میزنه که مدل فن رو عوض کنه. فریفش دوباره میچرخه که به پهلو باشه که نتونه ریر نیکت چوکی که بخواد بزنه رو کامل بزنه. فدور رو اسیر کرده رایوشی، دوباره میاد به پشت حریف، اینجا ریر نیکت چوک رو میخواد کامل بکنه، گردن رو باز گرفته. اگه بتونه پارو قلاب بکنه که حریفش هی میچرخه، رایوشی هی میچرخه، خودش هم به پهلو میاره، دستارم میاره بالا، اجازه نمیده به فدور. دستش هم حالا گرفت، ببین مچ راست فدور رو گرفته محکم. فدور میخواد سویچ کنه به آربار، دوباره چرخی باری کرد به رایوشی. حالا رایوشی آربار رو گرفت، پرس و محکم، ببینیم میتونه بزنه یا نه به کی، به فدور امیلیانکو. فدور باید بتونه بچرخ خودش خارج کنه، باری کلا به فدور، فدور هم خودش خارج میکنه از کمند آرمار. رایوشی اومد آربار بزنه که موفق نشد، ولی خوب سویچ کرد. حالا در سایت پوزیشن ضرباتی که فدور داره میزنه به پهلو رایوشی، میاد بالای ضربه دیگه پشت پهلو میزنه، منتظر موقعیتی که سابمیشن بکنه. رایوشی دوباره چرخه، دوباره همون داستان که میاد به پشت حریف. اگه داستان همینجوری ادامه پیدا کنه فدور نمیتونه اینو سابمیشن بکنه چون این آنالیزش کرده، ولی ضربات به پهلو اذیت کننده است. دوباره در خاک مبارزه ادامه پیدا میکنه، باز فدور رو هستش و رایوشی در زیر. ضربات کم آرومتر شده، میبینید دست رو گردن میذاره فدور، فشار میده، باز میخواد رو نفس حریف کار کنه، نفسش رو کم بکنه، چند تا ضربه به جاهای مختلف که حواس حریف رو پرت بکنه. باز دست رو گردن، فشار، یه ضربه به پهلو، دست رو گردن، میخواد در یک چرخش فکر کنم بره رو آرمبار، اینطور که داره نشون میده پاشو یه ذره زاویه داره فدور. ببینیم چه میکنه، حریفش هم زرنگه، بله ایستاده اعلام میکنه، استاده اعلام میکنه فدور، و راند دو هم به پایان میرسه. اینجا میریم برای اینکه راند سوم رو براتون گزارش بکنیم. راند سه مبارزه، مبارزه جذاب و دیدنی بین رایوشی و فدور. دارن فدور رو باد میزنن و مربیش که داره صحبتهای تکمیلی رو باش انجام میده. در مقابل هم رایوشی رو میبینیم، اونور هم فدور رو دیدید. مافگاردش یا همون حفاظ دهنش رو هم دارن میشورن و مربی فدور که داره یه ماساژ ریزی هم به فدور میده که آمادش بکنه برای راند سوم، راند حساس. هر چقدر راند بالاتر بره مبارزه سخت‌تر میشه و کار برای فایترهایی که زیاد ورجه ورجه کردن سخت میشه. راند سوم آماده ایم که براتون آغاز بکنیم، مبارزه آغاز میشه. یه لوکیک، همونو یه اوورهند فدور میزنه و حریفو میاره در خاک. فدور یه اوورهند محکم زد در یه قافلگیری، میارتش در خاک. دیدی چقدر آروم بود؟ یهو منفجر میشه فدور، اصلا نشون نمیده، یهو منفجر میشه و بردش در خاک. چه اوورهندی زد. اینجا دوباره میاد در سایت پوزیشن، دستو گذاشته رو گردن، فشار داره میده، ببینیم اینجا آرمبار میخواد بکنه یا نه. دوباره پارو نشون میده که حریف که نتونه بیاد تو مانف پوزیشن. فدور دوباره خودشو میچرخونه حریف، ولی یه جای ثابت نمیمونه که بتونه فن رو بزنه فدور بهش. دستو آورده پایین، ضربات به شکم رو هم بسته، یه دستو فدور میذاره رو گردن و وزنشو میذاره تماما روی گردنش، فشار میاره که نفس حریفو بگیره و ضرباتی که به شکمش میزنه، یه پارم قلاب کرد حریفش، محکم گرفته که فدور نتونه بیاد این ور آرمبار رو بزنه بهش. میبینید چون باید دوتا پا رو بتونه بیاره این ور، ضربه به پا داره میزنه فدور اینجا به سفیدرون حریف، یه دست رو گرفته میاره عقب. اینجا اگر سر آزاد بود چه ضرباتی رو میتونست فدور بزنه، اما اینجا آزاد نیست چون یه دست رو درگیر کرده بود، جاش باز بود، یه پاش درگیر فدور همچنان. ببینیم چه میکنه، میاد بالا، میاد دوباره در سایت قرار میگیره،
همش تکرار تکرار همون پوزیشن ها داره میشه. یعنی آخرش چه اتفاقی قرار بیفته؟ باز به پهلو ضربه رو محکم میزنه فدور. فکر کنم به قسمتی از بدنش بیرون رینگ اگه اینطور باشه داور باید بیاره وسط که فکر کنم خارج شد. باز دست رو گردن، فشار محکم، دست رو میخواد جفت و جور کنه، محکم بگیره که بره برای آرمبار فدور، اینطور که داره نشون میده. بریم ببینیم آرمبار رو میتونه بزنه یا یعنی حریفش اصلا رو پل آماده است واسه چرخش. ببین اینجا حریفش گول خورد چون باید بچرخه، ولی فدور نزد آرمبارو و همونو ضربه محکم به پهلو زد. باورتون نمیشه تو هر ثانیه هزار تا فندر رد و بدل تو مغزشون میشه، یکیشو اجرا میکنن. کل فایت اینه، همش اینجاست. باز یه ضربه میخواست به پهلو بزنه که موفق نمیشه. گول زدن خیلی مهمه، شما حریفتو گول بزنی اون چیزی که فکر میکنه نشه. مبارزه ثانیه است. دوباره میاد در مانف پوزیشن، میخواد قرار بگیره که ضربات محکمی رو به شکم بزنه و داره میزنه. یه پاشم درگیره، فدور اون پا رو میخواد بتونه خارج بکنه که چه فنی بزنه به رایوشی. رایوشی هم همه راهو بسته. 16 دقیقه است اینا دارن مبارزه میکنن، مبارزه سنگین. یه ضربه دیگه در پهلو و خیمه از فدور امیلیاننکو. ببینیم چه گیوتین رو میتونه اجرا بکنه یا نه. میره که گیوتین اجرا بکنه، باز میره پشت حریف، پشیو میشه، ضربه به پهلو حریف، گردن رو اینجا میگیره رینه که چوکو. ببینیم میتونه بزنه یا نه. حریفش بابا کامل آنالیز کرده فدور رو، کامل میچرخه به پهلو و اجازه نمیده که فدور ریر نکت چو کنه. فدور اینجا گرفته گردن و حریفم خسته کرده، اینم در نظر بگیرید. حریف که خسته بشه احتمال داره شما با اجرا کردن نصف و نیمه یه فن حریفو یک مجبور به تپ اوت کردن بکنید. میاد بالا که ضربه رو بزنه، یه لحظه بعد به صورت بزنه، متوجه شد که قانونی که به صورت نزنی و شکمو شروع میکنه دوباره به زدن. باز میره به ساید و حریفش اجازه نمیده که بیاد در ساید. نفسشو گرفته رایوشی رو نکنید، نفسش گرفته شده اما همچنان پرقدرت داره ادامه میده. یه ضربه محکم دیگه در پهلو، یه ضربه دیگه، ضربات محکمی که فدور داره به پهلو و شکم رایوشی میزنه. دیگه فقط داره ضربه به پهلو میزنه. دوباره گردن رو گرفت. من اگه جای فدور بودم فقط ضربه به پهلو دیگه میزدم، چون دیگه اجازه نمیده حریفش اصلا، همه رو بسته راه ها رو، فقط ضربه بزنم و امتیاز بگیریم برای اینکه دیسیژن پیروز این مبارزه بشی. تا الانش هم میتونیم بگیم فدور برنده بوده، هم مجری فن بوده، هم فن زیاد زده، هم ضربه زیاد زده. حریفش هم البته بیشتر در مایه دفاعی بوده و نذاشته که فدور کاری از پیش ببره. فدور واقعا خطرناکه، میتونیم بگیم حریفش هم تا الان خوب کار کرده، ولی مبارزه ثانیه هاست، ممکنه هر اتفاقی بیفته. با سویچ میکنه، میخواد که پای فدور رو بگیره، هیل هوک بزنه، ببینیم پارو چیکار میکنه. خوب نتونسته بگیره، خوب نتونسته. فدور با اون یکی پاش داره فشار میره که پاشو خارج بکنه. اگه بتونه حریفش بگیره میتونه کارو تموم بکنه. میچرخه بخواد بیاد پشت فدور که فدور با یه چرخش کوچیک این اجازه رو بهش نمیده. در مانس در فول گارد مبارزه ادامه پیدا میکنه. با یه چرخش فدور دوباره میارتش و راند سوم هم به پایان میرسه. عجب ماراتونیه این مبارزه، عجب ماراتونیه این مبارزه. راند سه هم به پایان رسید و رایوشی که کلافه از دست فدور امیلیاننکو و فدوری که اسیر دفاعهای سنگین رایوشی شده، ببینیم چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد. چهره رایوشی رو مشاهده میکنید. بله، باید داورها و قاضی ها تعیین کنن که کدوم یکی برنده شدن. قاضی ها و داورها و مبارزه عرض کردم خدمتتون، اگه راند یک تموم نشه فدور اصولا به دیسیژن میرسه. فدور خوب کار کرده اما واقعا رایوشی هم عالی، اجازه نداد که ساب میشن بکندش و دستش به عنوان پیروز بالا میره. فدور امیلیاننکو مثل همیشه فدور برنده این مبارزه میشه و پیروز میاد بیرون از رینگی در ژاپن. و نکته خیلی مهم اینه که همیشه فدور بازی رو اداره میکنه، همیشه جلو رونده است، همیشه به صورتی هستش که فنون مختلفی میزنه.
هیچ وقت اجازه نمیده که حریفش به اون سوار بشه، خودش به حریفش همیشه سواره و تا آخر جنگو ادامه میده. و همینطور که دیدید اینجا حریفش هم کامل آنالیز کرده بود اونو، ولی راهی نداشت که فدور رو بخواد یا ناکاوت بکنه یا بخواد فدور رو ساب میشن بکنه، مگر مطمئن باشه این کارو انجام میداد. یکی از مبارزات خیلی معروف فدور بود که قبل از اینکه پراید بیاد انجام شد. اگر از این سبک برنامه خوشت میاد لطفاً برامون کامنت بذار و بگو از این سبک هم خوشمون میاد که ما از این سبکای قدیمش هم براتون بذاریم. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، حتماً اونا رو هم ببینید. مرسی که ما رو دنبال میکنید. خدافظ.